خب گفتم توی درس بعدی یعنی این درس بریم سراغ ظاهر لایتروم و ببینیم که کلا چه شکلیه اما ترجیح میدم قبل از اینکه وارد نرم افزار لایتروم بشیم یه مفهومی رو براتون روشن بکنم تحت عنوان پریویو پریویو چیه اگه یادتون باشه توی این رفرنس گفتم که یه دونه عکس کوچیک تحت عنوان پریویو توی این فایل رفرنس وجود داره اینو بهتون گفتم این پریویو چیه خب اگه بهتون باشه گفتم که پیش نیاز این دوره دوره عکاسی مقدماتیه توی عکاسی مقدماتی ما با مفهوم فایل خام آشنا شدیم و تفاوتش رو با فایل جی پیک فهمیدیم بچا فایل خام فایلیه که عکس نیست صفر که یک کامپیوتریه داده های ولتاژیه وقتی که سنسور ما که از یک سری پیکسل تشکیل شده بهش نور برخورد میکنه این نورها رو تبدیل میکنه به جریان الکتریکی الکتریسیته و به یک سری ولتاژ اون داده های ولتاژی توسط سنسور ثبت میشن این میشه فایل خام فایل خام ما قابل مشاهده نیست قابل دیدن نیست نیاز داره که ترجمه بشه ترجمه بشه به زبان تصویر یعنی اون ولتاژ ها رو یک زبانی بیاد ترجمهش بکنه به زبان تصویر یا عکس یه نکته جالب بهتون بگم شما وقتی که عکس میگیرید و در LCD دوربین عکس رو نگاه میکنید فایل واقعی عکس رو بهتون نشون نمیده داره یک پریویو یا پیش نمایش به شما نشون میده پیش نمایشی از آنچه که سنسور دوربین شما ثبت کرده یعنی دوربین میاد با همون زبانی که گفتم اون فایل ولتاژی اون داده های ولتاژی اون فایل صفر و یک رو ترجمه میکنه به اون تصویری که شما میبینید داخل مانیتور این میشه پریویو لایت روم هم همین کار رو میکنه شما وقتی که فایل خام رو وارد نرم افزار میکنید اون رو ترجمه میکنه و یک پیشنمایشی از فایل ما از عکس ما میسازه و اون پیشنمایشه رو به ما نشون میده بهش میگیم پریویو ما هر ادیتی که میزنیم روی این پیریویو ها میزنیم روی پیشنمایش ها ادیت میزنیم روی پیشنمایش ادیت میزنیم و زمانی که میخوایم خروجی بگیریم میگه که اوکی حالا من فایل خامتو میارم ترجمه میکنم تغییراتی که تو دادی و من توی رفرنس نوشتم رو روش اعمال میکنم یه خروجی یا یه کپی میگیرم بهت میدم متوجه شدید داستان چی شد؟ پس فایل خام به صورت مستقیم قابل دیدن نیست. اگر هم شما هر جایی دارید میبینید توی لایت روم توی فتوشاپ به خاطر همین گفتم فتوشاپ مستقیم نمیتونه بازش کنه چون فتوشاپ اون زبونه رو برای ترجمهش نداره. یک چیزی باید باشه که اون رو ترجمه بکنه که بهش میگیم کمرا را تا یه مدتی توی اکسپلورر خود ویندوز هم فایل های خام رو نشون نمیداد چون که اون زبان ترجمه رو نداشت ویندوز از یک نسخه به بعد اومد اون فوتو ویور خود ویندوز که در حالت عادی عکس ها رو به ما نشون میده اومد یک اکستنشنی روش نصب کرد که زبان ترجمه فایل خام بود الان خیلی ویندوز ها میتونن که فایل های خام رو هم نشون بدن اگر ویندوز شما نمیتونه نشون بده شما باید یک اکستنشنی رو نصب بکنید که در واقع اون زبان ترجمه فایل خام هست و بتونه اون رو بفهمه پس این میشه کلیتش حالا ما یک سری پریویو داریم توی لایت روم که درسش که برسیم بهتون کامل توضیح میدم یک پریویو یک به یک هست که در واقع بزرگترین پریویوی که وجود داره یعنی ابعادش اندازه خود عکس اندازه خود واقعی عکس ابعادش بزرگ سنگین حجیمه و تقریبا تمام اطلاعاتی که داخل فایل خام هست رو به شما نشون میده یک پریویو امبد هست امبدد امیدوارم درست نوشته باشم حالا اگر اشتباه نوشتم که به بزرگ خود رو ببخشید یه همچین چیزی امبد که از مستقیم از داخل خود دوربین میاد یعنی اون پریویو که خود دوربین ساخته روی فایل خام و داخل دوربین به شما نمایش داده اون رو از داخل خود دوربین فرخونی میکنه و اون رو به شما نمایش میده یک پریویو داریم داریم تحت عنوان اسمارت پریویو این اسمارت پریویو یک پریویو هوشمند و حالا بهتون میگم کجاها کاربرد داره اندازش کوچیکتر حجمش کمتره و شما میتونید ادیتتون رو اگر میخواید سیستمتون سریعتر بشه و پروسه ادیتتون سریعتر انجام بشه روی اسمارت پریویو بزنید که یک به یک رو درگیر نکنید و منابع سیستمتون رو درگیر نکنید روی اسمارت بزنید و بعد خروجیتون رو از یک به یک بگیرید پریویو های دیگه هم هست مثل مینیمال که حالا بهش برسیم کامل اینها رو براتون توضیح خواهم داد و پیریویو بعدی هم استاندارد هست که اینها رو براتون توضیح خواهم داد اما بهتون بگم که من خودم بیشتر از یک به یک یا امبد استفاده می کنم و دلیلش هم حالا جلوتر تو ویدیو مربوط به خودش انگام ایمپورت کردن بهتون میدم فعلا خواستم بهتون بگم که پریویو چیه اصلا و کلا شما عکسی که میبینید داخل لایتروم حتی داخل دوربینتون میبینید به چه صورت نمایش داده میشه اگر جی پیگ عکاسی کرده باشید که نه اصلا داستان شده خود عکس رو بهتون نمایش, میده اما اگر فایل خام عکاسی بکنید به این شکل پریویو رو به شما نمایش میده بریم توی درس بعدی با محیط نرم افزار لایت روم یکم بیشتر آشنا بشیم